خوش آمدید به اصول اولیه تلویزیون بد. خیلی خوشحالم با من هستید امروز. ما لذت داریم میبریم از دریافت اصول اولیه خدمت کردن به خدا و واقعا زمانی که میگذرونیم از این کتاب یاد میگیریم و اگر میخواین کپی انگلیسی اون رو دریافت کنین میتونین اون رو از وبسایت ما خریداری کنید. حتما کتاب ضروری نیست، کمکیه برای شما. چیزی که شما میخواین یه قلبی که تشنه آموزشه و کتاب مقدس و یه دفترچه یادداشت برای یادداشت کردن. خدا برای شما کلامی داره که تشویقتون کنه تا شما کامل و بدون نقص در تمام خواسته های خدا راه برین و ما میخواییم یاد بگیریم که چطور به اون هدفی که خدا داده به ما از طریق خدمت کردن برسیم. خیلی خوب، بیاین به این مسئله دوباره بررسی کنیم. چطور زندگی خود رو از دست بدیم؟ ما درباره این صحبت کردیم. میدونم که خیلی عجیب خواهد بود این پیام، ولی همه دارن کار میکنن در خدماتشون، در بیزنسشون برای بهتر بودن. میفهمم، کاملا میفهمم خیلی از این چیزا مشکلی نداره، ولی مسئله اینجاست که ما میخوایم برای کار خدا، خدمتی که برای خدا انجام میدیم، به هدفی که اون داده برسیم. یحیای تعمیددهنده هم گفت عیسی باید ارتقا یابد و من باید کوچیک بشم. این تمام عقیده‌ای که درباره صحبت میکنیم تا زندگیمون رو کاملا بدیم به خدا و در خدمت کاملی که به ما داده قدم برداریم. همین الان توی جامعه های دیگر دارن عذاب میکشن برای کلام خدا، دارن شهید میشن برای ایمانی که دارن و ما واقعا این مسئله رو آسون فرض نمی کنیم و چون در جایی قرار داریم که کمتر عذاب و شکنجه وجود داره برای مسیحیان و واقعا بعضی وقتا از دست دادن زندگی در جایی که زندگی میکنی خیلی برای خدا ارزشمنده. خیلی خوب، برای هدفی که داریم، برای از دست دادن زندگیمون، باید به چیزهایی بگیم خداحافظ. باید بگیم خداحافظ به مسائلی که جلوی ما رو میگیرن در خدمت کردن. شماره 1، به چیزی که باید بگیم خداحافظی، جاه طلبی خودخواهانه است. و دوباره دارم میگم، ما در فرهنگی زندگی میکنیم که همش درباره خودمونه، ولی در فرهنگ و اقتصاد خدا باید خداحافظی کنیم به جاه طلبی خودخواهانه. گوش کنین عیسی به ما چی میگه. یوحنا 5 آیه 30، من از خود نمیتوانم کاری انجام دهم، بلکه طبق آنچه که میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواسته های خود نیستم، بلکه انجام میل پدری که مرا فرستاده است. و گوش کنین، اگر یک نفر دیگه میگفت که من خواسته خودم رو دارم انجام میدم، من همه کار میتونم انجام بدم، روی آب را برم، ماهیان رو بیشمار کنم، اگر یک نفر میتونست بگه که خودش میتونه همه کارا رو بکنه، عیسی میبود. ولی عیسی فروتن میکنه خودشو، الوهیت خودش رو گذاشت در آسمان، به عنوان انسان بر روی زمین اومد و همه کاری که روی زمین انجام داد به صورت فرزند انسان انجام داد و با قوت روح القدس. ولی عیسی اینجا میگه با خواسته خودم، با قوت خودم کاری نمیتونم بکنم من، و واقعا من و تو هم کاری نمیتونیم بکنیم. منظور این که ارزش ابدی داشته باشه. حالا در ترجمه دیگر اینطوری میگه، عیسی میگه من قادر به انجام هیچ کاری از خودم نیستم، به طور مستقل موافق خودم، اما تنها توسط خدا آموخته شدم و دستورات خود رو از او گرفتم، حتی همونطور که میشنوم قضاوت میکنم، من تصمیم میگیرم، چون به من فرمان داده شده همونطور که صدا به من میرسد من تصمیم میگیرم و قضاوت من درست است، درست و نیک، زیرا من به دنبال خواست خودم نیستم و نمیخواهم خواست خودم را انجام دهم. من تمایل ندارم که آنچه را که برای خودم خوشحال کننده است انجام دهم، نشانه خودم یا اهداف خودم، اما فقط اراده و خواست پدری که من را فرستاده است.
فکر میکنم یک قسمت عالی در کتاب مقدس. عیسی پسر خدا میگه خواست خودم رو نمیخوام انجام بدم، چیزی که منو خوشحال میکنه تنها خواست پدری که منو فرستاده. عیسی داره میگه خداحافظ به جاه طلبی خودخواهانه، فقط اون میخواست خواست پدر رو انجام بده. بیاین به آیه دیگر نگاه کنیم، لوقا 22 آیه 42. عیسی در باغ جتسمانی این رو دعا میکنه و داره خداحافظی میکنه از جاه طلبی. میگه که ای پدر، اگر اراده توست این پیاله رو از من دور کن، اما نه اراده من بلکه اراده تو به انجام برسد. داره دعا میکنه و خودخواهیش رو ازش در میاره. ما لازم نیست در دعاهامون آخر همه دعاهامون بذاریم و بگیم اراده تو به انجام برسه، چون ما میدونیم خواست پدر چیه از طریق کلامش. و در فصلی که زندگی میکنیم میگیم خدا اگر طریقه دیگری هست به من کمک کن که خداحافظی نکنم درباره چیزی که تو میخوای، نه خواسته من اجرا بشه بلکه خواسته تو. آمین. میدونم خیلی ها این دعا رو کردن، خیلی از چیزهاتون از دست دادین برای خدمتی که دارین، برای معلمی که کردین، برای بیزنسی که دارین و اونا رو خداحافظی کردین تا به خدا خدمت کنین. شما این دعا رو انجام دادین و گفتین خدا راه دیگه ای هست برای خدمت کردن، خواسته من انجام نشه بلکه مال تو. آیا هرگز فکر کردید که شما در نقشه خدا کجا قرار گرفتید؟ برای بیش از 15 سال دریافت اصول اولیه خدمت خدا نوشته بیت جونز در تمامی جهان استفاده شده برای کمک به مردمی مثل شما. هدف و نقشه خدا را در زندگی خود دریابید و حالا می توانید کپی کتاب دریافت اصول اولیه خدمت خدا را از وبسایت thebasicswithbet.tv تهیه کنید. به وبسایت ما مراجعه کنید برای اطلاعات بیشتر. خیلی خوب، دیگه چه چیزی هست که خدافظی کنیم؟ به امتیازات ظاهری اتکایی نداشته باشیم. خیلی خوب، به فیلیپیان باب 3 میریم، آیات 3 تا 4. زیرا ما دارای ختنه واقعی هستیم نه آنها، زیرا ما به وسیله روح خدا را میپرستیم و به مسیح افتخار میکنیم و به امتیازات ظاهری اتکایی نداریم. اگرچه من حق دارم که به این مزایا متکی باشم، پولس رسول داره میگه، اگر دیگران تصور میکنند که حق دارند به امتیازات ظاهری متکی باشن، من حق بیشتری دارم. و بعد داره توضیح میده که من از قبیله بنجامینم، من فرسی از فرسیان هستم، ولی در آخر میگه همه اینها را من هیچ میشمارم در برابر این دانشی که میدونم خداوند عیسی مسیح خداوند و پادشاه منه. اعتمادی به این امتیازات ظاهری ندارم و اتکایی به اونها نمی کنم، مگر اینکه خداوند این خونه رو بسازه. و واقعا در دنیای ما هم داریم فکر میکنیم چند تا چیز ما ساختیم در این دنیای فیزیکی که خداوند درش نبوده و هیچ جا نمیرسه، ولی وقتی که خداوند اون کارو میکنه برای ما از طریق ما، ما برکت فراوان رو میگیریم، ما اعتماد رو بر خداوند میگذاریم، اطمینان رو به خداوند میگذاریم و بر او تکیه میکنیم. امثال 3:26 میگه زیرا خداوند اعتماد تو خواهد بود. اینجا میگه خداوند اعتماد ما. و من دارم درباره یوحنا 15:5 و فیلیپیان 4:13 میخوام صحبت کنم. خیلی جالبه که این دو تا آیه رو با هم دیگه بخونیم و ببینیم چطوری با هم کار میکنه. یوحنا 15:5 میگه خداحافظی کنیم در اعتماد ظاهری. عیسی میگه من تاک هستم و شما شاخه ها، آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتواند کرد. و عیسی اینجا داره میگه بجز او، بدون او، جدا از او، ما در بدن فیزیکیمون هیچ کار نمیتونیم بکنیم. ولی فیلیپیان 4:13 پولس رسول میگه قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. و خدا به ما اجازه میده در این تجربه‌ای که کردیم این دوتا آیه رو بفهمیم منظورش چیه و چطور کار میکنه.
بعضی وقتا شاید در فصلی از زندگیت باشی، شاید استعدادهای خاصی داشته باشی توی موسیقی، توی خوانندگی، توی موعظه کردن، توی تعلیم دادن، شاید مادر عالی هستی و میتونی کارهایی رو با همدیگه انجام بدی. ولی بعضی وقتا متوجه شدیم این استعدادهایی که قبلا داشتیم واقعا بدون مسیح نمیتونستیم موفقیتمون در مسیح رو بفهمیم. واقعا نمیتونستیم همین کارهایی که قبلا انجام میدادیم و به طور موفقیت و به اتمام برسونیم. و این جای خوبیه که باشی، چون متوجه میشی که اعتمادت رو در امتیازات ظاهری نگذاری، چون بعضی وقتا در این امتیازات ظاهری تو برمیگردی و میبینی همون جایی هستی که قبلا بودی، از قبل شروع کردی و واقعا متوجه میشی بدون خداوند نمیتونی این کار رو پیش ببری. و جای جالبیه که باشی، چون بهت کمک میکنه که بفهمی خداوند در زندگی چی کار میکنه و واقعا احساس میکنی که اعتماد نداری به خودت. ولی این چیز بدی نیست، داره خداوند به تو کمک میکنه که اعتمادت رو بر خدا بگذاری نه بر خودت. و میخواد که بفهمیم فیلیپیان 4:13 رو که میگه من ایمان دارم که بدون تو کاری نمی کنم، ولی ایمان من داره میگه قوت هر چیز رو دارم در مسیح که من رو تقویت میکنه. و واقعا خیلی عالیه که این رو بفهمم، بدون مسیح من نمیتونم کاری بکنم، ولی در قوت مسیح من قادر به انجام هر کاری هستم. خیلی عالیه که این رو متوجه بشیم، هر کاری که او خطابتون کرده انجام بدین شما در قوت مسیح میتونین انجام بدین. این پروسه‌ایه که خداوند ما رو رهبری میکنه درش راه بریم و متوجه بشیم همچین چیزایی وجود داره. و بیاین چند دقیقه درباره این مسئله صحبت کنم. شاید کاری رو داری انجام میدی، تا در موقعیتی هستی، در کار و شغلی هستی که عاشقش هستی، آماده شدی که انجامش بدی و در فصلی داری راه میری که خدا داره اون مسئله رو برات انجام میده و احساس میکنی که فیضی که قبلن خدا بر تو گذاشته برای این کاری که عاشقش بودی دیگه وجود نداره. بعضی وقتا ما باید یا خودمون رو فروتن کنیم تا فیض فراوانی به دست بیاریم، چون کتاب مقدس این رو میگه تا فیض بیشتری خداوند به ما بده در این موقعیت بمونیم و این نقشه رو انجام بدیم، به فیض بیشتری احتیاج داریم. یا اینکه شماره دو اینه که مشخص داره میکنه خدا که تو از این کاری که هستی بیرون بیای و در جای دیگری قرار بگیری. احساس میکنی که فیض به اینجا رسیده ولی نمیدونی که در کجا قرار باید بگی. آیا اعتمادت داره میلرزه و اعتماد نداری به خودت؟ این خیلی خوبه که اینطوریه، نگران نباش، چون خدا میخواد به او تکیه کنی، به او اعتماد کنی. و واقعا بعضی وقتا میتونیم بگیم خداوند من اعتمادم بر توه، من نمیدونم داستان چیه، نمیدونم به کجا دارم میرم، ولی خداوند من میدونم که تو منو هدایت خواهی کرد. و خیلی خوبه اینو بدونین، اعتمادتون بر خداوند باشه نه در خودتون. و مسئله بعدی که باید بهش خدافظی کنیم و ازش بگذریم، ستایش های انسانی و پرستش های انسانی. این مسئله سختیه در فرهنگی که زندگی میکنیم با اینترنت، با یوتیوب، با همه این مسائلی که داره پیش میره. همه دنبال ستایش و پرستش هستن از طرف انسان ها و دنبال اینن که معروف بشن. واقعا الان جوانهای ما این اعتقاد رو دارن که میتونن معروف بشن، چون بعضی وقتا این خواننده هایی رو میبینن که خیلی سریع از طریق یوتیوب یا فیسبوک معروف شدن و اعتماد دارن و اعتقاد دارن به خودشون که اونا هم میتونن موفق بشن. و واقعا این خودخواهی خودشونه و میدونن اعتماد به خودشون دارن و میدونن که میتونن معروفیت رو از این طریق بگیرن.
اشکالی نداره که از مردم اوکی رو بگیری و بخوای که اونا تشویقتون کنن. اشکالی نداره که بگین که ممنونم از تو که کمکم کردی، ممنونم از تو که این پیام رو برام فرستادی، ممنونم که در سیاست خدمت میکنی، ممنونم که شبان من هستی، ممنونم که معلم من هستی، یا ممنونم که این ساختمون رو ساختی که اینقدر امنه. اشکالی نداره، خیلی عالیه که تشویق بشیم و از طریق مردم این رو دریافت کنیم. ولی بعضی وقتا این بیشتر از حدش میره و واقعا منتظریم که انسانها به ما بگن که کارت عالیه و یه جایی میرسیم که احساس میکنیم کافی نیست این مسئله و منتظرین که مردم شما رو بالا ببرن و ستایشتون کنن. خدا میخواد که به این چیزها بگین خدا حافظ. درباره جلال خودمون نیست، جلال خداونده. ما منفعتش رو دریافت میکنیم، همه جلال مال خداه، چون زمین مال خودشه، همه چیزها مال خودشه. ولی مسئله اینجاست، وقتی که جلال رو به خدا میدیم ما این منفعتش رو میگیریم و اینجاست که میفهمیم ما انسان‌ها ستایش انسانی رو احتیاج نداریم. میدونم که احتیاج داریم به عنوان انسان بودن و واقعا این بلوغ هست که بفهمین که بدون این ستایش و جلال انسانی میتونین زندگی کنین. اگر به این نگاه کنین، عیسی وقتی که وارد اورشلیم شد قبل از مصلوب شدن، همه داشتن میگفتن هوشیانا هوشیانا، برکت بر نام خداوند و برکت بر نام اون کسی که به نام خداوند میآید. و بعد در یک جای دیگه میبینیم که مردم میگن مصلوبش کنین مصلوبش کنین. بعضی وقتا اینجوریه، ستایش انسانی ناهنجاره، یه لحظه شما رو تشویق میکنن، یه لحظه از شما بد میگن. به این مسائل فکر نکنین، در این ناهنجاری ها غرق نشین. عیسی در یوحنا 12:43 میگه زیرا آنان تعریف و تمجید از انسانها را بیش از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست دارن. عبرانیان 6:10 میگه، خیلی جالبه، اینجا میگه خدا با انصاف است و همه ای کارهایی را که شما کرده اید و محبتی را که به نام او نشان داده اید فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن کمکی است که به دوستان مسیح خود کرده اید و هنوز هم میکنید. میخواد بدونید که خدا با انصافه و همه این چیزها رو میبینه و به یاد میاره که چیزهایی رو که انجام دادید و دارید انجام میدید و شما پاداش خودتون رو از خداوند خواهید گرفت. بیاین درباره یه مسئله دیگه هم صحبت کنیم که باید به اون خداحافظی کنیم. بیاین بدونیم که اون چیز چیه؟ ارتقاء شخصی. باید خداحافظی کنیم در این قضیه هم. یوحنا 7:16-18 میگه عیسی در جواب ایشان گفت آنچه من تعلیم میدم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و در او نادرستی نیست. عیسی داره یه اصلی رو به ما میگه. میگه اگر درباره خودتون صحبت کنید طالب جلال و جاه خودتون هستین، ولی اگر از خدا صحبت کنین، جلال رو به خدا بدین، اون آدمی صادق و درون آراستی نیست. ما اگر به این قضیه فکر کنیم که در جهانی زندگی میکنیم که به دنبال جاه و جلال و این چیزها هستن، ما در جهانی هستیم که همش تبلیغ میشه از این طرف و از اون طرف، ولی بعضی وقتا از خود اگر بخوایم تبلیغ کنیم، اگر خودمون رو بخوایم ارتقا بدیم، این درست نیست. اگر کلیسا رو ارتقا بدین خیلی عالیه، اگر بیزنس خودتون رو ارتقا بدین و تبلیغ کنین اشکالی نداره، ولی اگر خودتون رو بخواییم بالا ببرین این درست نیست، چون کتاب مقدس میگه فروتن کن خودتو در جلال خداوند و شما رو او بلند خواهد کرد. بعد وقتی که خدا شما رو بالا ببرد هیچ کس شما رو نمیتونه به پایین بیاره.
ولی وقتی که خودت رو بخوای بالا ببری، همونطور که کتاب مقدس رو بگه، اگر بخوای اولین صندلی رو بگیری وقتی که وارد یه مجلسی بشی، شاید یک نفر دیگه که از تو بالاتر بیاد و شما رو از اونجا بلند کنن و تو خجالت زده میشی. داره چی میگه؟ میگه که یک نفر دیگه بذار تو رو جلال بده، یک نفر دیگه بذار خود تو رو بالا ببره و تو رو کمک کنه. بعضی وقتا اشکالی نداره که این کلیسا و کاری که انجام میدی، خدمتی که انجام میدی برای خداوند و برای پیشبرد کار انجیل، اون رو تبلیغ کنی یا ارتقا بدی، اشکالی نداره، چون بعضی وقتا این چیزها کمک میکنه که مردم رو به کلیسا بیاره و به طرف خداوند بیاره. اشکالی نداره که اگر بخواین شما رو ببینن مردم و شما رو وقتی میبینن عیسی رو ببینن، اون خیلی عالیه. ولی وقتی که عیسی و خدا از این مسئله کنار گذاشته میشه، اون موقع است که شما خودتون رو میخواین ارتقا بدیم. و خیلی خوبه اینو بدونین که ما باید او رو ارتقا بدیم و خودمون رو کوچیک کنیم. و واقعا بعضی وقتا من میتونم بهتون اعتماد بدم که تو فرهنگی که هستیم کاملا این برعکسه و همه به دنبال ارتقای شخصی هستن. ولی مهم اینه که در قلب شماست این مسئله، که خداوند این مسئله رو بدونه و بگین که خداوند، من باید کوچیک بشم و تو ارتقا بیابی، جلال تمام مال توه. و واقعا خودتو رو باید بعضی وقتا ندید بگیری، باید قلبت به گونه ای باشه که خداوند بدونه و شما در قلب خودتون بدونین که جلال برای اوست، نه جلال خودتون. امثال 27:2، هرگز از خودت تعریف نکن، بگذار دیگران از تو تعریف کنن. خیلی خب، این مسئله بهتریه. وقتی که دیگران تو رو تعریف کنن و تشویقت کنن، این خیلی بهتره تا اینکه خودت رو در برابرشون بزرگ کنی. اگر بیزنسی داری، اگر خدمتی داری، اشکالی نداره تا شهادت‌های زندگی رو به اشتراک بگذاریم و بگیم که خدا چه کارهایی رو میکنه از طریق کلیسا یا خدمتی که داری میکنی. و این مسئله خوبیه، چون امید اینجاست که مردم زیادتری رو به طرف خداوند بیاریم و اونها رو با حقیقت انجیل آشنا کنیم و به اونها کمک کنیم که بیشتر و بیشتر خداوند رو بشناسن. ما میخواییم که واقعا بفهمیم که خداحافظی کردن از ارتقای شخصی معنیش چیه. آیات آخر، لوقا 12:16-21 میگه عیسی این مثل رو گفت. گفت که مردی زمینی داشت که محصول فراوان آورد. با خود فکر کرد که من چه کنم؟ من جا ندارم که محصول خود را انبار کنم. سپس گفت خب، فهمیدم چه کار کنم. انبارها را خراب می کنم و آنها را بزرگتر می سازم. غله و سایر اجناسم را جمع‌آوری می‌کنم. آن وقت به خود می‌گویم ای جان من، تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده‌ای که برای سالیان درازی کفایت می‌کند. آسوده باش، بخور و بنوش و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی، پس آنچه اندوخته‌ای مال چه کسی خواهد بود؟ این است عاقبت مردی که برای خود ثروت می اندوزد ولی نزد خدا دست خالی است. آیات خیلی جالبیه که باز می کنه مسئله را برامون. اینجا مردیه که همه چیز رو داره، بیزنسش عالیه، محصولش داره چند برابر میشه و درباره خودش و مقام خودش و کار خودش داره همش داره صحبت میکنه، خودش رو داره ارتقا میده و واقعا میبینیم که مسئله بیشتر از حد برای این آدم. و بعد خدا میگه تو احمقی، تو تمام این مدت درباره خودت فکر کردی و چطور این کارها رو انجام میدی، ولی اینجاست که زندگی تو داره به اتمام میرسه. و اینجاست که میگه عاقبت مردی که برای خود ثروت بیاندوزه ولی نزد خدا دست خالی باشه اینه. و واقعا مسئله اینه که ارتقای شخصیمون رو
از دست بدیم و دنبال جاه و جلال خودمون نباشیم. و اگر میخواییم به خدا خدمت کنیم، باید به مسائلی خدافزی کنیم. و امیدوارم که فهمیدین که خدا میخواد شما برکت داشته باشه، این چیزهای عالی برای شما داره، از طریق شما میخواد این برکات رو برسونه و بعضی وقتا میخواد که این پروسه انجام بشه که بیشتر اون ارتقا یابه و بیشتر درباره او باشه. باید به خدافزی کنیم، به جاه طلبی خودخانه، امتیازات ظاهری، ارتقای شخصی و همینطور ستایش های انسانی، و همه توجهمون رو به خدا بگذاریم. تمام جلال و احترام مال خداونده و همه درباره اوست. ما باید زندگی های خودمون رو از دست بدیم و برای عیسی زندگی کنیم. ممنونم که به من پیوستید در این قسمت از خدمت کردن به خدا در اصول اولیه تلویزیون بث. آیا هیجان زده هستید تا هدف خود را در نقشه خدا بدانید؟ بث جونز در تعالیم آنلاین خود در ارتباط با دریافت اصول اولیه خدمت خدا کمک خواهد کرد به شما تا جای خود را پیدا کنید. از طریق 20 ویدیوی تدریسی با عناوینی چون چطور تصویر بزرگتر را ببینیم، چطور عالی باشیم در پادشاهی خدا و چطور جای خود را پیدا کنیم و خیلی بیشتر. برای ثبت نام به وبسایت thebasicuniversity.com بروید و همین امروز ثبت نام کنید. سپاسگزارم از مشاهده برنامه امروز اصول اولیه بث. خیلی خوشحالم که با ما بودید. مشتاق شنیدن از حرف شما هستیم. ما شهادت زندگی های عالی دریافت کردیم. شما که به تازگی به مسیح ایمان آوردید، شما اصول اولیه رو دریافت میکنید و ما اینو دوست داریم. بعضی از شما با خداوند برای مدت طولانی که راه رفتید، ولی میدونید که چقدر تشویق میشویم که شما رو تشویق کردیم. و همینطور که میدونید هدف ما رساندن اصول اولیه است به جهان، کمک کردن به مردم تا کلام را دریافت کنند. اگر شما مایل هستید که با ما همکار شوید برای رساندن خبر خوش انجیل به مردم دنیا، سپاسگزار خواهیم شد. بهترین روش همکاری کردن با ما به سادگی تماس با ماست، با شماره‌ای که برای صفحه تلویزیون شماست، یا مراجعه به وبسایت ما thebasicswithbeth.tv. به ما بپیوندید تا با همدیگر اصول اولیه را به جهانیان ببریم. خوشحالم که به من پیوستید برای اصول اولیه با تلویزیون بث. خیلی خوشحالم که اینجا بودید امروز. کاری که ما میکنیم، ما میخواییم اصول اولیه رو برای همه بازگشایی کنیم و کلام خدا رو به مردم بشناسونیم. همونطور که گفته کتاب مقدس اینه که ما باید اصول اولیه رو دریافت کنیم تا ریشه های خودمون رو قوی تر کنیم در کلام خداوند و رشد کنیم و بالغ بشیم و میوه بیاوریم، و این هدف ماست. گوش کنید، میخوام درباره این منبع رایگانی که برای شماست صحبت کنم، درباره تعلیمات اصول اولیه که به صورت رایگان در وبسایت ما برای دسترس شما هست، و خوشحال میشوم که شما هم داشته باشید و اون را با ما یاد بگیرید. به وبسایت ما بروید thebasicswithbeth.tv و اون را دانلود کنید. متشکریم از مشاهده برنامه امروز. امیدواریم این پیغام تشویقتون کرده باشه تا اصول اولیه رو دریافت کنید و زندگی کامل رو تجربه کنید. برای اطلاعات بیشتر و قسمت‌های متفاوت به thebasicswithbeth.tv مراجعه کنید.